این من و مادرم هستیم و اینا عکس بچگی منه. این عکس خانواده مادری منه. در وسط طوبا نشسته که مادر بزرگ منه که بعد از ازدواج شروع به شمسای ملوک و اینها هم دختراشن. پسرشن بعد اینجا ایستاده باشه که در آخرین لحظه قرار کرده رفته. تعدادی از نره ها و داماد ها و اینا. من هم اینجا کوچولو در بغل پدر هستم. کتاب طوبا و منوشه به من از تو این عکس در آمده. این عکس بیشترین نقش رو در مورد این کتاب داشته. به همجرد من اصلا این عکس رو خیلی دوست دارم. یعنی همیشه هر جا هستم با من هست. این عکس خانواده پدریست. متاسفانه به دلیل آفتاب یکم تند شده و خب کنتراست بین دوتا خانواده و اینجوری. این من و پسرم هستیم در مراکش. من پسرم هم مثل توریستا گهگاه این ور اونور دنیا میبینم و این مادرم هست. خب من به عنوان یه جور مظهر زیبایی اینجا گذاشتم چون واقعا زیبا بوده و خیلی جذاب بود از این نظر و خیلی خوش جست. من با این عکس‌ها زندگی میکنم دیگه. ثروت من اینا هست. دقت بکنید که در حدود سال 1348 شمسی خانم دانشور دومین رمانی رو که یک زن نوشته بود نوشته. اولیش مال لوبت والا بود به اسم تا وقتی که خروس میخواند. منتها این تا وقتی که خروس میخواند که در سال 44-45 چاپ شده بود رمان ایرانی محسوب نمیشد. رمان کاملا ایرانی پس سوهشان بود به عنوان اولین رمان و 7 سال بعد در 1355 کتاب من منتشر شد، سگ و زمستان بلند. البته ما نویسندگان زن داشتیم ولی این رمان نداشتیم. مثل مهشید امیرشاهی، مثل گلی ترقی، مثل غزاله علیزاده. در مورد زنان من این رو باید به شما بگم که در سومر قدیم که در غرب ایران بوده این کشور، ما در 4000 سال پیش اولین شاعر جهان یک زنه به اسم انهدوانا. پس یک زمانی قلم در دست زنها بود، یعنی سواد داشتن به یه نوی کار زنانه بوده. ولی اثر ادبی عرضه کردن از انهدوانا به این ور کار مردانه شده، یعنی مردا اجازه ندادن که زنها خودی نباش بدن. گرچه که تو 1001 شب شما رد پای زنها رو زیاد میبینید. پس شما معتقدین به نوشته زنانه و مردانه؟ ببینید داستان به این صورته. نویسنده نویسنده است. یا نویسنده خوب یا نویسنده بد. ولی به هر حال شما زنید و من باور دارم که زن با مرد فرق داره. ما ذهنیتمون به یه نحوی با طبیعت هماهنگی بیشتری داره. چرا که زمین اگر نگاه کنید خیلی حالت زنانه داره. توش دانه میکارید و این سبز میکنه، بار میده، آبستن میشه، باروری توش هست. از طرف دیگه به آسمان که نگاه میکنید میبینید شبیه یه زهدان بزرگه، یه رحم بزرگه که تمام کهکشان ها و ستاره ها و اخترها و غیره توش هستن. و پس درنشه یک زن در نگاه کردن به هستی بیگانه نیست. فکر میکنم 6 سال پیش بود که شیرین نشاط تصمیم گرفت زنان بدون مردان رو فیلم کنه. بعد در عمل شروع کرد به تکه تکه از کتاب فیلم برداری کردن و بعد خیلی مشکلات داشت به دلیل اینکه فیلم کردن زنان بدون مردان کار بسیار مشکلی است، چون داستان‌ها مستقلن، بعد باید شما 6 موضوع مستقل رو به هم بچسبونید و خلاصه خیلی کار سختی بود. و شیرین هم یه آدم مبتکری است و برای خودش نوآوری هایی داره. نوآوری های او و نوآوری های من با هم قاطی شد و خیلی شلوغ راه انداخت. راضی بودین؟ والا ببین، وقتی شما یه کتاب رو می‌نویسید یه تصوراتی از آدم ها در ذهنتون دارید.
تصوری که من در ذهنم دارم با تصوراتی که شیرین از این شخصیت ها داشته متفاوته. او یه تحولاتی در شخصیت ها ایجاد کرده. مثلا در کتاب من فرخ لقا بدون اینکه بخواد شوهرشو میکشه. شیرین این صحنه رو حذف کرده. قهرمان این داستان در ذهن من شوهر فرخ لقا یه شخصی بوده. اینجا نظامی شده. بعد زن روسپی برای من خیلی مهم بود و اون رو تبدیل کردم به همسر باغبان، ولی شیرین اون رو به صورت دیگری پرورنده. پس ما از نظر روش نگرش به جهان با هم تفاوت داریم، ولی که خب کار اوست. من هم شکایتی ندارم به این دلیل که بعد ها ممکن کسای دیگه این رو بخوان فیلم کنن، یه جور دیگه بکنن. شما همیشه آزاد هستید که از یک اثر ادبی به هر شکلی که میخوای برداشت کنید. منم هرچی سنم میره بالا به نظرم میاد که زیاد اوپن، به قول شما اوپن، باز حرف زدن درباره سکس شاید خوب نباشه. همیشه به نظرم میاد شاید بهتر باشه، الان به نظرم میاد یه حال رمز و رازی در سکس وجود داشته باشه و باقی بمونه. اینطور هی صدی حروشن بازش کردن و راجع به جزئیاتش حرف زدن منجر میشه به مرگ سکس.